پس اگر اجازه بدید ما بریم سر وقت مهمان عزیزمون ببینیم که آقای طلایی راجع به این قضیه چی میگن. سلام عرض میکنم آقای طلایی، اگر صدای ما رو میشنوید حالتون چطوره؟ سلامت باشین، منم سلام میکنم به شما و تمام شنوندگانتون، امیدوارم که همگی خوب باشن. بنده هم عرض سلام دارم جناب آقای طلایی، خیلی خوشحال هستیم که شما رو خطمون داریم، خیلی خوش آمدید به برنامه زنده عصر خوب از رادیو آرینا. ممنونم که از من دعوت کردید، خیلی ممنون. خواهش میکنم. خب آقای طلایی بفرمایید که توی این دوران قرنطینه مثل که شما الان منزل تشریف دارید، نه؟ فضای منزله. فضای منزله، خسته شدیم از این فضای منزل. خیلی زیادی شدش این تعطیلات ما. بله. با توجه به اتفاقاتی که افتاده و این تعطیلی های پشت سر هم، من فکر میکنم بازار مسکن هم دچار یه سری شرایط متفاوتی شده نسبت به گذشته. اگر محبت بکنید یه توضیح کلی راجع به شرایطی که الان هست بدید که بعد ما سوالا رو خدمتتون مطرح بکنیم. همینطوری که شما گفتی، خب شرایط الان خیلی سخت شده و برای حتی شوینگ، اوپن هاوس، همه اینا رو محدود کردن. باید بیشتر با کامپیوتر الکترونیکلی یا اینجور چیزا بتونین کار کنی که خب این سلز رو خیلی آورده پایین. بله. مردم خیلی میترسن بیسیکلی، یعنی تأثیر زیادی گذاشته، اینجوری میخوام بگم تأثیر خیلی زیادی گذاشته. درسته. یعنی الان بفهمید حالا تا کی ادامه میخواد پیدا کنه معلوم نیستیم. خب یعنی الان شرایطیه که کسی اصلا دست و دلش به خرید و فروش نمیره، یا همه میترسن که یه موقع نکنه بفروشن گرون بشه یا بخرن بعدن ارزون بشه، شرایط این چنینیه؟ بله دقیقا همینیه که میگین دیگه، دقیقا همینیه که میگین. حالا اون سری کسایی که خرید و آردی انجام دادن، دیلاشون فرم شده، خب اونا کار دیگه نمیتونن بکنن. درست. ولی الان هر کسی که میخواسته خرید کنه رو هولده بیسیکلی. درسته. پس یعنی عملا اون کسی که فرم بوده قراردادش و الان توی شرایط قرار گرفته، هیچ آفری از طرف دولت یا در واقع سلر براش ایجاد نشده، درسته؟ نه، هیچ قانونی نیستش. اون باید به طور عادی کلوزینگش رو انجام بده و اگر بتونن، حالا اگه به مشکلی برخورد میکنن در طرف بانک اپریزل یا هرچی، اکستنشن بگیرن، با هم دیگه کار کنن، سلر و بایر اکستنشن بدن، ولی در نهایت باید کلوز کنه. اگه کلوز نکنه همون مسائل قبلی پیش میاد که بالاخره به دادگاه کشیده میشیم. خب ما کارشناس محترمی رو روی خط داشتیم در مورد قضایای حقوقی که میفرمودن که با توجه به اینکه الان دادگاه ها بسته است و مثلا تو قانون مالک و مستأجر اگر که شما پیمنتتون رو پرداخت نکنید و به فاصله بیفته، عملا کسی نمیتونه برای شما از دادگاه یه برگه تخلیه بگیره یا اینکه شما رو در واقع از این شرایطتون تغییر بده، یعنی شما رو بندازه بیرون به هر صورت. اما در مورد خرید و فروش پس یه همچین قضیه وجود نداره، یعنی دادگاه مربوط به اون کار میکنه؟ الان کار میکنه. حتی در مورد رنتال دادگاه هنوز کار میکنه، فرما رو میگیرن ولی بله. اجراشو نمیکنن. آها، پس در واقع فقط الان تو شرایط اجرای مقدار تعویق افتاده. بله، هیچ حکمی رو انجام نمیدن اجرا، ولی خب لندلورد میتونه فرمو پر کنه و بده. درسته. یه تعدادی کار میکنن ولی حکم اجرا نمیشه. درسته. حالا آقای طلایی با توجه به این شرایط، الان قیمت املاک کلا پایین اومده یا بالا رفته اصلا؟ به نسبت قبل از کووید 19. بله، به نسبت قبلا قیمت ها اومده پایین‌تر، سلز اومده پایین‌تر، ولی این سه ماه اخیر اول، یعنی سه ماه اول سال خیلی آمار خوب بود. قبل از اینکه این کووید شروع بشه خب خوب بود، جنوری، فوریه، مارچ خوب داشت پیش میرفت که از پارسال و پیرسال بهتر بود حتی. درست. از لحاظ قیمتی و سلز. ولی با این کووید که شروع شد خب یه افت خیلی شدیدی پیدا کرده. درسته. پس یعنی اگر شما پیشنهاد میکنی اگر کسی سرمایه ای رو داره یا یک پولی رو داره پیش خودش، اگر میتونه خرید کنه، الان زمان خوبیه برای خرید پس با این حساب؟ روحم جان ببین، این چیزی که من میگم خب نظر شخصی منه. درست. خب
به نظر شخصی من بله دست نگه داره. آها، یعنی حتی نخره. من برای خودم نمیخرم اینجوری بگم، حالا دست نگه میدارم تا ببینم که این داستان تا کجا پیش میره. چون من فکر میکنم یک افکت خیلی زیادی داشته باشه تو ریال استیت این داستان. اصلا یه سری سیستما فرق خواهد کرد، طریقه کار ما فرق خواهد کرد، درست همین چیزا تغییر میکنه. الان برای کامرشیال، برای مثلا دوستانی که به فرض رستوران دارن، میدونی که رستوران ها بسته است دیگه، فقط تیک آوت. خب این بنده خدا ها باید یه اجاره ای بدن، درست. حالا هیچ قانونی هیچی هم نیست که به اونا کمک کنه یا به لندلورد. اصلا برای همین من فکر میکنم هر کسی، من چی میگم، نظر شخصیمه، بله. یه مقدار دست نگه داره، فکر میکنم به صلاحش باشه. بله. درسته. آقای طلایی، ما هم همین الان شنونده ای رو روی خط داریم که سوالی دارن از شما. شنونده عزیز، اگر صدای بنده رو میشنوید بفرمایید. بله سلام، عصر شما بخیر. عصر شما هم بخیر. سلام. من یه سوالی داشتم از کارشناس برنامه. خواهش میکنم. میخواستم بپرسم ببینم، من یه مقداری به هر صورت نقدینگی دارم که فکر کردم شاید تو این شرایط قیمت املاک چه مسکونی چه تجاری پایین اومده باشه. میخواستم ببینم کارشناستون سلام میدونن که الان تو این شرایط سرمایه گذاری بکنم یا اینکه نه دست نگه دارم. بله آقای طلایی، شنیدین سوالو دیگه؟ بله شنیدم. خب این بستگی داره که خب ایشون تا چه قدر قدرت مالیش میرسه. اگه قدرت مالیش اونقدر هستش که خریدو بکنه. آقای طلایی اجازه بدید خانم محترم، اگر که سوال دیگه ای نداری من شما رو قطع میکنم، از طریق برنامه صدا رو گوش بدید، ممنون میشیم. بله ممنونم، محبت، متشکرم، ممنونم، خدا نگهدار. بله میفرمایید آقای طلایی. خب این بستگی داره که ایشون چقدر قدرت مالی داره. اگر یه قدرت مالی محدودی هستش نه نکنن، ولی اگر قدرتشون میرسه که خریدو بکنن با وضعیت فعلی، اگه ایشون اینوستره خب اونقدر قدرت مالیش هستش که بتونه پیمنتاشو نگه داره، بله میشه الان دیل خوبی کرد. ولی کسی که الان داره کار میکنه، یه درآمدی مشخصی داره که حتی کار خودش هم مشخص نیست، نه من فکر میکنم اون خیلی ریسکی باشه. جناب آقای طلایی، من پرسشی داشتم از یکی از شنوندگانمون، نمیدونم راستش چقدر در زمینه شما به زمینه شما مربوط هست، حالا یه مشکلی بوده بین خودشون و مالکشون و خیلیشون اذیت بودن، این شنونده خیلی اذیت می‌شدن و این پیامو برام گذاشتن که ما بپرسیم حالا از یکی از کارشناسانون. اگر که به شما مربوطه ممنون میشم که حالا اطلاعاتی دارین بفرمایید. ایشون میگن که از ابتدای دوره قرنطینه با صاحب خانه که ظاهرا در دو طبقه بالا و پایین با هم زندگی می‌کنن و ایشون که مستاجران طبقه پایینن، مشکل دارن که اونا شروع کردن رنوویت دارن میکنن خودشون، فاز داخلی و صداهای بلند هست همش. حالا اطلاعی داری ایشون میتونه کاری بکنه، میتونه اصلا قانونن اقدامی بکنه یا حقی داره یا اینکه اون فضای داخل خونش چه کار میتونه بکنه؟ لندلورد تننت بورد بازه، بله. ولی نه برای پابلیک. میتونن یه سری فرما رو، یه سری شکایت ها رو آنلاین یا از طریق تلفن اگر موفق بشن، چون خیلی شلوغه، انجام بدن. ولی همونجوری که قبلا گفتم فرمو میتونید پر کنید، ولی به حالت اجرا بخواد برسه طول خواهد کشید. طول که میکشه اجرا نمیکنن، یعنی ما چی میگیم انگلیسی، catch 22. میتونن پر کنن ولی به جایی نمیرسه و پلیس هم اقدام نخواهد کرد، اصلا به پلیس که ربطی نداره، ولی میتونن پر کنن، فرمو بذارن و این اگر این داستان کووید 19 هر چه زودتر تموم بشه بعد بتونن به شکایتشون رسیدگی بکنن. و بله بفهمید. بهترین کاری که میتونن بکنن اینه که با هم کنار بیان. بله بله. حالا متشکرم. هم میتونن. بله. خیلی متشکرم. و یک سوالی هم همین الان رسیده که میگن آیا اجاره ها بالاتر خواهد رفت یا خیر؟ اجاره همیشه بالا رفته. همیشه بالا میره. بالا طرف اجاره پایین نمیاد. قیمت هاست که خب نوسان داره، ولی اجاره چون اصلا اینونتوری هم کم هستش. اجاره بعد اجاره به نظر من بالاتر هم تازه میره. خب یعنی با توجه به اینکه مردم پول ندارن الان در واقع پرداخت اجارهشون رو انجام بدن، اگر کسی تازه بخواد یک پراپرتی رو بذاره توی فایل بکنه به اصطلاح،
مجبور نیستش که یه خورده قیمت پایین تر بیاره تا بتونه در واقع پولی رو جذب بکنه؟ خب هر کسی بستگی داره دیگه، هر کسی بستگی داره. همونطور دوره برمیگردم با هم صحبتی که کردم، بستگی به قدرت مالی اون طرف داره که اگر بتونه نگه داره، خب نگه داره با قیمت پایین تر، منظورم اگر با قیمت پایین تر بتونه بده بره، اگر مشکلات مالی داشته باشه با قیمت پایین تر میده میره، درسته. ولی نه، اگر مشکل مالی نداشته باشه نه، سر حرفش وای میسه، سر اون قیمتش وای میسه، درسته. الان هستن خب فورینرهای هست مثل چاینیزا، حالا کسای دیگه که میان هرچی قیمت رنت هست میدن، همونجوری که خرید خونه هم هرچی هست میدن و براشون مهم نیست، یه پولی آوردن و دارن و براشون مهم نیست. ما تو کامیونیتی ایرانی زیاد این فکر رو میکنیم با دلار و نوسان دلار این چیزا، این فکر رو میکنیم، ولی کرایه نه، کرایه مردم دارن پولشون هم میدن. بله، به هر حال این شرایط ایشالله که زودتر تموم بشه. خیلی متشکر که از این وقت، از وقتی که گذاشتید و همراه ما بودید. شنونده های عزیزمون هم از شما تشکر میکنن بابت زمانی که گذاشتید. یکی از شنوندگان عزیز نوشتن که آقای طلایی چقدر کارشناس با صداقتی هستن که دارن به صورت صادقانه توضیح میدن، و باز هم ما از شما ممنون هستیم از ارتباطی که با ما برقرار کردید. خیلی ممنون از شما. تموم بشه، خیلی وضعیت نامعلومی خواهد. بله، اگر زود تموم نشه خیلی مشکلات دیگه پیش میاد. دقیقا همینطوره که میفهمید. امیدوار هستیم که زود تمام بشه، همه چیز خیلی سریعتر به چرخه قبلی برگرده. خیلی ممنون از تماسشون، تماس شما. روی خط برنامه اومدید، وقتتون بخیر. اگر که فرمایشی ندارین ما با شما خداحافظی بکنیم. نه، خیلی ممنون که دعوت کردین از من. ممنون از شما. بله آیه طلایی، ببخشید من فقط یه نکته پایانی رو بخوام بپرسم. اتاق فرما میگن که یک تماس تلفنی مثل این که داریم، تماس تلفنی داریم. بله، اگر میشه که با شما کار دارن. بله. سلام عرض میکنم، اگر صدای من رو میشنوید روی خط هستین. سلام عرض کردم، ضمن تشکر فراوان از برنامه بسیار بسیار خوبتون، میخواستم خواهش کنم از کارشناس بسیار خوب در ارتباط با موزلی که به نوعی شاید یه سری همسال من داشته باشن، اگه ممکنه من راهنمایی بکنن. واقعیت همین است که من یه خونه رو اجاره دادم به کسی، ایشون الان تقریبا 2 ماهی هست که اجاره به من نداده و ما هم چیزی بهشون نگفتیم و هیچ نوتیسی هم رد و بدل نشده. این عاقبت کار چی میشه؟ و ما هم با توجه به اینکه شرایط امروز شرایطی نیست که در واقع به مستأجر فشار بیاریم بگیم آقا پولی به ما بده، چیکار باید بکنیم؟ ما خیلی ممنون میشم. ممنونم. من شما رو اگر سوال دیگه ندارید قطع میکنم، از طریق رادیو برنامه رو بشنویم. قربان شما، مرسی از تماستون، ممنونم. آقای طلایی خب، بفرمایید. این اولین کاری که ایشون باید بکنن اینه که زنگ بزنن به مورگیج کمپانیشون. الان اجازه میدن تا 6 ماه مورگیج رو دیفر کنن. بله. ایشون اگه الان بخواد بره شکایت هم بکنه خب به جایی نمیرسه. باید یه فرمی پر کنه و بشینه تا این کووید 19 تموم بشه، بعد ببینن که چیکار باید بکنن. با این همه فایلی هم که خواهد بود مشکلات بیشتری هستش. ایشون بهترین کار اینه که زنگ بزنن 6 ماه دیفر بگیرن که این مورگیج رو بتونن عقب بندازن، که فشار به خودشون هم نیاد، فشار به مستأجر هم نیاد و بتونن حداقل با یه راحتی با هم، کنار همدیگه زندگی بکنن فعلا تا این با امید خدا این کووید 19 هر چی زودتر تموم بشه. بعد باهاشون هم صحبت کنن اگه بتونن عقب بندازن این کرایه عقب مونده رو، یا یه جوری مثلا چه می‌دونم اگه مایی $1,000 بود $1,100 بگیرن تا یواش یواش این چیزی که عقب افتاده بتونن به کسی فشاری نیاد. درسته. به هر حال خیلی ممنون. بله، یه جوری همه با هم همکاری کنن، اینو میخوام بگم. بله. امیدوار هستیم که واقعا صاحب خانه ها شرایط مستاجرها رو مثل همین دوست عزیزی که تماس گرفتن درک بکنن، حالا خصوصا صاحبان بیزنس هم که دیگه شرایط
خواستری دارن. خب خیلی متشکرم از شما آقای طلایی، خیلی زحمت کشیدین، لطف کردین. ممنون از ارتباطتون، قربان شما، روزتون بخیر. آقای مسعود طلایی، کارشناس املاک از تورنتو کانادا با ما روی خط بودن، از ایشون تشکر میکنیم. مرسی از دوستانی که با پیام‌های پرمهرتون در واقع هم ما رو خوشحال کردید، همین که با آقای طلایی ارتباط رو برقرار کردید.